در این قسمت از برنامه توجهتون رو به گزارش کوتاهی از روزنامه‌های حکومتی امروز جلب می‌کنم. سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. تیترهای مشترک روزنامه حکومتی امروز دوشنبه دوم اردیبهشت به بریدگی و برکناری پاسدار جعفری از رأس سپاه و گماشته شدن پاسدار سلامی توسط خامنه‌ای اختصاص پیدا کرده. وعده درمانی‌ها و باید درمانی‌های روحانی و رئیسی و بقیه سرکرده‌های رژیم از تیترهای دیگه مشترک توی روزنامه‌های امروز. کماکان کشمکش سر برجام و FATF هم توی روزنامه‌های هر دو تا باند حاکم دیده میشه. اعتراف به ناکارآمدی یا همون بی‌عرضگی رژیم تو جریان سیل از موضوعات دیگه مشابه توی روزنامه‌هاست. اول بریم سراغ بحران‌های اقتصادی اجتماعی که توی تیترهای صفحات اول روزنامه‌های هر دو باند دیده میشه. آرمان: گرد و غبار پسا سیل در راه است. ابرار اقتصادی: نرخ تورم 30% شد. بازم ابرار اقتصادی: میوه و گوشت رکورد دار گرانی. ابتکار: دلار در کانال 13,000 تومان. خلاصان: بر اساس اعلام مرکز آمار در پایان فروردین رخ داد تورم نقطه به نقطه از 50% فراتر رفت. روزنامه صدای اصلاحات از قول عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اینطوری نوشته: ترکیه و چین صنعت نساجی ایران را نابود کردند. مردم سالاری: مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه را اعلام کرد. هزینه زندگی 51% گرانتر از سال قبل. بازم وعده درمانی و اعتراف‌های مربوط به فاجعه سیل توی روزنامه هر دو باند دیده میشه. روزنامه جوان: 2.5 میلیون سیل زده چشم انتظار بازسازی. کارون: خسارت سیل اخیر برابر با جنگ تحمیلی. دار و ندار مردم از بین رفت. مردم سیل زده نباید فراموش شوند. روزنامه آرمان: اکنون هم سهم بحران از بودجه عمومی کشور 5% است، در حالی که بودجه برخی مراکز و نهادهای فرهنگی و مذهبی حداقل 2 برابر میزان تخصیصی نسبت به بودجه بحران است. روزنامه ایران: سیلاب‌های اخیر نشان داد که خیلی از زیرساخت‌های شهری، خطوط ریلی، پل‌ها و سازه‌ها منطبق بر ضوابط فنی نبوده است. حتی در برخی مناطق خود این سازه‌ها بر آب گرفتگی افزودند. رسالت: 3 سال پیش یک تحقیق علمی در مورد احتمال جاری شدن سیل در آقلا هشدار داده بود که اکثر نقاط این منطقه به زیر آب خواهد رفت. اما کشمکش سر لوایح FATF توی روزنامه هر دو تا باند اوج گرفتن این بحران بعد از لیست گذاری سپاه توی رژیم رو نشون میده. روزنامه آفتاب اقتصادی: صفاری نتنزی، FATF را نباید سیاسی کرد. رویش ملت: نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس، کشور را نباید در انزوا قرار داد. پاسدار حسین شریعت‌مداری توی کیهان اینطور نوشته: پذیرش FATF دعوت از نظامیان تروریست آمریکاست. کسانی که پیشنهاد می‌کنند از کانون قدرتمان دست بکشیم تا جنگ رخ ندهد، خود زمینه‌ساز تحمیل جنگ به کشور هستند. آمریکا فقط با ترساندن برخی مسئولان از توهم سایه جنگ، تأسیسات هستی کشورمان را از کار انداخت. پذیرش FATF نیز کمک می‌کند تا آمریکا فشار بیشتری به کشور وارد کند. کیهان در ادامه می نویسه: مفاد CFT مقابله با تامین مالی تروریسم است و در حالی که آمریکا سپاه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است، در صورت پذیرش آن باید با دست خود سپاه را کنار بگذاریم. یعنی به لقمه راحتی برای بلعیده شدن از سوی آمریکا تبدیل شویم. روزنامه جمهوری اسلامی با وحشت از انفجار اجتماعی به خاطر فشار تحریم‌ها به آخوند صدیقی به خاطر حرفاش تو جمعه بازار تهران حمله کرد. جمهوری اسلامی اینطوری نوشته: گفته شده به جهنم که تحریم ها تشدید می شوند، مگر خدا را ندارید. این گونه سخن ها و امثال آن از زبان افرادی شنیده می شود که تریبون عمومی در انحصار آنان قرار دارد. این حرف ها نشانه قدرت و خردورزی نیست. تنها مردمی که در هنگامه بروز تلخ آثار تحریم در زندگی شخصی خود و سفره های خالیشان ماتم گرفتن را بیشتر عصبی می کند و از نظام دور می سازند. سوز و گداز از
مقاومت ایران و اذعان به نقشه خمینی برای کشتار مجاهدین توسط پاسدارا توی روزنامه‌های باند روحانی دیده میشه. روزنامه ایران از قول علی محمد بشارتی اینطور نوشته: خمینی میدانست در صورت پیروزی قریب الوقوع انقلاب، گروه‌های سیاسی از جمله مجاهدین شروع به سهم‌خواهی و ایجاد بلوا خواهند کرد، لذا از همان موقع به دنبال سازماندهی یک تشکیلات نظامی آگاه، مؤمن و محرم نسبت به ارزش‌های انقلاب بودند. روزنامه آرمان هم از قول رامین مهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه رژیم، اینطور نوشته: ادعاهایی که مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ، مایک پومپو، وزیر خارجه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی مطرح می‌کنند که در کنار ملت ایران هستند، به نظر می‌رسد خطاب آنها گروه‌ها و جریان‌هایی همچون سازمان مجاهدین خلق است که مسئولان ارشد آمریکایی با آنها در حال مذاکره بوده و در جلساتشان شرکت می‌کنند. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروز ما به روزنامه رژیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید.